روس و انگلیس پیشروی را آغاز کرد. قشون ژنرال بیچراخوف خود را به انزلی رساند و از آنجا به بادکو برفت. باقی مانده قوای مشترک رشت و انزلی را در اختیار گرفت و مرتکب اعمال ناهنجار فراوانی شد. جنگلی ها که هنوز بر بخش غربی گیلان یعنی فومنات مسلط بودند، راه منجیل انزلی را با حملات نامنظم و پارتیزانی مورد تهدید قرار می دادند. مربوط به جنگ ضمن صدور اطلاعیه‌های طرفین به سمع مردم می‌رسید، اما مردم به بدبختی و بیچارگی خود فکر می‌کردند. خطر قحطی بر پریشانی و فقدان امنیت مزید شده بود. برای تلافی تعرضات جنگلی‌ها هر روز هواپیماهای انگلیسی در آسمان گیلان به پرواز در می‌آمدند و بمب آقای نیکولا براوین که از طرف دولت شوروی روسیه به عنوان وزیر مختار به دربار شاهنشاهی ایران معرفی شدند، استدعا دارند برای تقدیم استوارنامه. اعلی حضرت وقتی رو مقرر بفرمایید. مگر وزیر مختار قبلی تشریف بردن؟ خیر قربان، در سفارتخانه تشریف دارند و هنوز خودشان را وزیر مختار قانونی می دانند. استوارنامه ایشان بماند تا ماهیت دولت بلشویکی معلوم بشود. این بنده خدا قربان چند روزیست به تهران آمده، دید و بازدیدهای رسمی خودش رو هم انجام داده. دیروز که رفته بود به ملاقات وزیر خارجه، از قول لنین گفته برای الغاء تمام معاهدات نامشروع که دولت تزاری به زور سرنیزه به ملت ایران تحمیل کرده، حاضر است با هیئت دولت ایران وارد مذاکره بشود. جناب سمسام، به ایشان بفرمایید که پادشاه ایران از نیات خیرخواهانه آقای لنین تشکر می کند، اما تا وقتی که در روسیه یک حکومت مرکزی که مقبول عامه باشد تشکیل نشده، ما از پذیرفتن چنین اشخاصی به عنوان سفیر روسیه معذوریم. عذر ما شامل حال وزیر مختار اسبق هم هست. به محض اینکه در روسیه حکومت مشخص شد، ایران اولین کشوری خواهد بود که حکومت روسیه را به رسمیت می شناسد. در مورد بقایای اخیر در صفحات شمال، ایشان به صراحه اعلام کرده که در جنگ میان انگلیس و قوای میلیون جنگل، دولت شوروی روسیه مطلقاً دخالتی ندارد. او میگوید که دسیسه انگلیسی هاست که عده‌ای از قزاق‌های قشون تزاری رو برای جنگ استخدام کردند. ما از رئیس الوزراء توقع داشتیم با مساعدت دولت انگلیس صفحات شمال رو از وجود متجاسرین جنگل پاک کنه، اما به خلاف انتظار گویا شما با این شورشی ها کجدار و مریض رفتار میکنید. قربان، هر عملی که انجام میشود برای بقای سلطنت لازم است. در این اوضاع احوال که دست دولت هم بسته است، قصد انگلیسی ها این است که در شمال ایران جانشین قشون تزاری بشوند. تنها قوه‌ای که میتواند مانع مقصود آنها بشود همین ریشوهای معروف به جنگلی هستند. اینها بلشویکن آقا، اگر امروز سر اونا به سنگ قشون انگلیس کوبیده نشه، فردا مثل سیل بلشویک سرازیر میشه به طرف پایتخت، و این اسمش بقای سلطنت نیست آقای سمسام و سلطنه، فنای سلطنته. خاطر اعلی حضرت مستحضر باشد که همکاری با قشون انگلیس نه به صلاح مملکت نه وظیفه این دولت. من فقط به صلاح مملکت اقدام میکنم، هر طور که تشخیص بدم. شما با این خیال پردازی ها مملکت رو به خطر انداختید. صلاح در این است که برید همین از سایه استعفا بدید. استعفا نمی کنم. شما اگر میخواهید خودتان دولت را معذور کنید.
صبح روز چهارم امرداد 1297 قوای جنگل برای پس گرفتن شهر رشت به پادگان انگلیسی هومیان حمله برد و شهر را به تصرف درآورد. بازم اومد. بازم طیاره اومد. بوم! رشت 20 روز در اختیار قوای جنگل بود، اما مداوماً با هواپیما و توپخانه بمباران می‌شد. پادگان انگلیسی آنقدر مقاومت کرد تا قوای کمکی اعزامی از قزوین رسید. بریم. یک، دو، سه. زود باش. ایست تخون بخوری میزنم، برگرد. بیا جلو. هیچ کس نیست. پدرت همینجا با رئیسشون صحبت میکرد. دوباره توپخونه شروع کرد. اینایه بریم دعاشت بگیم، بعد بیاد با هم بریم همه جای بانگو بگردیم. چی بگیم؟ مگه قرار نشد برای هیچ کس تعریف نکنیم؟ آبروی بابا میره اگه کسی بفهمه. ما باید خودمون دنبال گنج خونه بگردیم. باش. چه جوری؟ بیا. اول رفتن تا این راه رو. اونجا پیچیدن دست راست. عقب نشینی کنید. ببریدشون بیرون. عقب نشینی کنید. چرا عقب نشینی؟ چه خبر شده؟ دارن شهر رو داغون میکنن، همینطور از آسمون بمب میریزن. رشت تو محاصره پادگان انگلیس افتاده. جنگ مغلوبه شده. خود فون پاشن دستور عقب نشینی داده. هیچ معلوم است تو چی داری میگی؟ یه بار میگی میرزا، یه دفعه میگی فون پاشن. فرق نمیکنه، دستور دستوره. تا
طبق معمول فون پاشن فقط بلده دستور عقب نشینی بده. درست سر به زنگا. لابد یه حکمتی هست. مردم بیگناه دارن تومه بمب و توپ این کافرها میشن. 100 تا خونه بیشتر خراب شده. کلی از این مردم زیر گلوله توپ و آوار کشته میشن. چود باشین، دارن با زره پوش میان اینجا. اینجا که ظلماته. بابام گفت گنج خونه تو زیر زمین بود. بیا برگردیم عنایت. اونهاش آقا جون، این همون صندوقی که بابام میگفت. بیا برگردیم عنایت. من میترسم. نه ترس، بیا پولا رو ببریم. اقلا خرج یه سال خوشونه. این پشت باید یه کلید چراغ برق باشه. نگفتم هیچ؟ میدونی چقدر پول و طلا و اشرفی این تو از پسر؟ این چرخا به جای قفلش هست. اینقدر باید بچرخونیم تا باز بشه. آها، یادم اومد، اول باید این کوچیکه رو بچرخونیم. با تیر بزنی قرفشی بشکنی؟ تیر؟ تیر بهش اثر نداره، کمو نمی کنه مثل زره پوش. باز شد؟ باز بود. بابام گفت گنج خونه تو زیر زمین بود، توی صندوق بزرگ که رو درش چرخ داشت. یعنی بابات همه رو دروغ گفته؟ اینا رو ببین. بابام دروغ نمیگه. حضور محترم جناب مستطاب کوچک جنگلی دامت افاضاتو. تونتر تونتر بنویس جانم. چشم آقا. کوچک جنگلی دامت افاضاتو. رقیمه ی حاضر را در شرایطی می نویسم که در شرایطی گمان می کنم به وسیله شاه از مقام رئیس الوزرایی برکنار شدم. استعفا کردید آقا؟ استعفا نکردم جانم، استعفایم کردند، معزول شدم. بنویس جانم. بنابه سابقه دیرین دوستی و شناختی که از وطن خواهی و حریت حضرت عالی دارم، در دوران تصدی این مسئولیت آنچه از من ساخته بود در حق شما مضایقه نکردم.
اما از آنجا که گویا این مردم ناچارند الالعبد چوب بیلیاقتی رجال سیاسی را بخورند، این فرصت نیز پایدار نماند. میشنوی؟ بله آقا جان. این جانب ناچارم شما را از روزهای تاریک و سختی که در پیش خواهید داشت مستحضر کنم و اختار نمایم که قرائن و شواهد موجود خبر از سازش قریب الوقوع کفتار پیر انگلیس و دست نشانده های داخلیش میدهد. میدانم که به سیاستمدارانی مثل من به دیده تحقیر نگریسته اید. آقا جان صبر کنید، نفهمیدم. میدانم که به سیاستمدارانی مثل من به دیده تحقیر نگریسته اید. بعقیده داشته اید که راه دستیابی به حق و عدالت از لوله تفنگ می گذرد. اما نصیحت این پیرمرد را بپذیرید و بدانید که مرد جنگ گاهی از اوقات می بایست مرد سیاست هم باشد. از قرائن چنین پیداست که جناب وثوق الدوله بر مسند رئیس الوزرایی دولت فخیمه تکیه خواهد زد. سابقه ضدیت ایشان با احرار و مشروط طلبان از هر من الشمس است و پیداست که شاه نادان هم دست او را در این گونه امور باز خواهد گذاشت. انقریب است که قدرت جنگی دولت ایران در اختیار استعمارگران انگلیسی قرار گرفته و در چنین موقعی شما ناچار خواهید شد با جبهه‌ای وسیع‌تر از پیش که سربازان ناگاه ایرانی هم در آن حضور دارند وارد مقابله شوید. چنین جنگی گذشته از این که مغروم به برادرکشی تلخی خواهد بود، خدای نکرده ممکن است به شکست قوای جنگل که امید احرار سراسر ایرانند منجر گردد. من صلاح شما را در متوقف کردن برخوردهای فعلی با قوای مشترک انگلیس و باقی مانده روسهای سفید و دفع الوقت می دانم. چه بسا که دولت وثوق الدوله مستعجل باشد و انشاءالله تعالی زمانه به نفع انقلابیون سیر کند. مرتبه اول که رئیس الوزرا شد پدرم را خلع کرد. دفعه دوم لابد برای خلع ما دسیسه میچینه. شما از امروز به جای این لور بختیاری رئیس الوزرا هستید. بله قربان. اوضاع بحرانی آقا. سعی بفرمایید زودتر کابینه رو تشکیل بدید. بله قربان. شما هم به نظمیه و قضاخانه تلفن بزنید و بگویید سمسام از این ساعت رئیس الوزرا نیست. هر طور صلاح می دانید به این لور بفهمانید که اگر استقامت کند برای او و اعضای کابینه‌اش عواقب وخیم دارد. اطاعت. یک والی با ارزو و قلدر برای گیلان انتخاب کنید و هر چند نفر قزاق که لازمه از قزاقخانه تهران بفرستید برای سرکوبی این جنگلی. چیه اسمش؟ میرزا کوچک قربان. تو میری؟ کجا؟ جیلان؟ باشه. وظیفه سنگینی در پیش داری جناب سردار معظم. چقدر سرباز میخوای برای ختم قائله جنگل؟ سرباز؟ سرباز زیاد لازم نیست جناب وثوق الدوله. سیاست لازمه. قزاقهای دولت علیه فقط باید قوای انگلیسان رو تقویت کنن تا نفس این جنگلی گرفته بشه. این جنگلی هم سیاست بلده آقا. در جنگ با انگلیسا رو متارکه میکنه. چطور؟
سفیر فرانسه واسطه شده بین جنگلی ها و نیروی انگلیس برای مذاکرات صلح. پس من غذاهای بیشتری میخوام. آقایان، مسئولیت جنگای این چند روزه مطلقاً به عهده فرماندهان قوای مشترک با سران جنگل و کمیته اتحاد اسلام است، در حالی که مردم شهر که هیچ دخالتی در درگیری ها نداشته اند بیشتر از طرفین متحاربین صدمه خوردند. این حقیقت است که شما نمایندگان جنگل در قبال مردم شهر مسئولیت سنگینی رو به عهده دارید و شما نمایندگان مشترک اگر برای ورود به شهر قصد توسل به خشونت داشته باشید وضع غیر قابل جبرانی پیش می آید. من از جانب طرفین محاربه قول میدم که اگر نیروهای جنگل شهر رو ترک کنند و به سنگرهای خودشان در اون طرف پل نقل مکان کنند ابواب بهانه رو به روی قشون مشترک بستند. با توجه به این که نیروهای روسی قصد توقف در گیلان ندارند، دلیلی برای نگرانی آقایان نمایندگان جنگل وجود نداره. من امیدوارم با رعایت آن مواردی که در این مشورت طولانی مورد توافق طرفین بوده به این جنگ بی دلیل فوراً خاتمه داده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. موارد توافق شده ما بین نمایندگان محترم نهضت جنگل و اتحاد اسلام و نماینده انگلیس. اول، نمایندگان کمیته اتحاد اسلام متعهد می شوند که قوای مسلط در راه قزوین انزلی معروف به جاده عراق نگاه ندارند مگر اینکه قوای دیگری به جز نظامیان دولت انگلیس یا نظامیان دولت ایران از این راه عازم گیلان باشند. دوم، نمایندگان اتحاد اسلام متعهد می شوند صاحب منصبان خارجی را اخراج نموده و از دولتهایی که با انگلستان در حال جنگ هستند صاحب منصب استخدام نکنند. سوم، نماینده انگلیس متعهد می شود در امور داخلی ایران مداخله ننماید. چهارم، نماینده قشون انگلیس قول می دهد به هیچ وجه با مقاصد کمیته اتحاد اسلام ضدیت ننماید. پنجم، نمایندگان طرفین متحد می شوند که قوای مسلح آنها به هیچ وجه داخل در شهر نگردند. باید از اهالی رشت دعوت بشه که برای حفظ امنیت و تنسیق امور شهر رشت و کل انگلیسی ها مجبور نشدند مدت زیادی پایبند این قرارداد بمانند، زیرا دو ماه بعد جنگ بین الملل اول با پیروزی آنها و کشورهای هم پیمانشان به پایان رسید. بریتانیا تبدیل به یک قدرت بلا منازع جهانی شده بود. میرزا حسین خان اون؟ ناخوشه. زندگی جنگلی زیاد هم آسون نیست، به خصوص برای آدمی که سالا تو فرنگ بوده. توی جنگل مریض نشد. از کجا مریض شد؟ سلام علیکم. توی محبس. محبس بود؟ کی؟ حبس کی؟ قزوین بوده، تو حبس انگلیسا بوده. از روزی که اومده درد کلیه دست از سرش بر نداشته. بیاد با من بریم تهران، طبیب آشنا زیاده در پایده. قرار هست بره. ببین چه کرده میرزا با این بیچارگی بدبخت. خدا بد نده میرزا حسین خان. سلام علیکم. آمد. بالاخره خود جناب جنگلی پیدا شد. خسته نباشی. سلامت. چه خبر؟ مهمون داریم. حاج آقا احمد اومده با برادرش شیخ محمود. بله.
چشم ما روشن. حالا دیگه گلاب زرمیخ شده محل پذیرایی از جاسوسای انگلیس. خسته شده، اول عرقشو بگیر. یاد از جوانی کردی میرزا، خبر میکردی با هم میرفتیم از سواری. تو دیگه باید قاچ زینه به چسبی حاج آقا. سواری پیشکش. سلام دکتر. سلام علیکم. حال روزنامه نویس تحت تعقیب ما چطوره؟ خوب میشه ایشان. حتما. چشم شما روشن حاج آقا. اخوی کی تشریف آوردن؟ دو سه روزی هست حالا. مشتاق دیدار شما بود. پایتخت نشینام یادی از جنگل نشینان کردن. شیخ، دارالخلافه چه خبر بود؟ امن و امان. آه، بس مرحبا به وسوق الدوله. از شوخی گذشته، بعد از دار کشیدن نایب حسین کاشی و پسرش در میدان توپخانه، پایتخت حقیقتاً امن و امان شده. از دیگه نوبت به من و شما رسیده. انگار واقعا همینطوره میرزا. بفرمی. جنابان مستطابان آقا میرزا کوچک خان و آقای حاج احمد دام اقباله هم عبایی چیزی میندختی رو دوش؟ خوبه، امروز بهترم. پیغامی کیه؟ نمیدونم، شاید وسوق الدوله. جناب وسوق الدوله به شکل دیگه پیغام میده، نه با نامه. پیغام مستر اولریده، قنسول انگلیس. بلند بخون، لازمه همه بدونن. دیروز تو رشت از اتفاق اخوی رو دیده. ایشان هم زحمتشو کشیدن و آوردن. جناب مستطابان، دوست مکرم و مشفق مهربان آقای میرزا کوچک خان و آقای حاج احمد دام الاقباله هم، احتراماً تصدیه می‌دهد دیروز تلگرافی از مقام محترم نظامی قزوین به ما رسیده. اطلاع می‌دهند که نماینده محترم نظامی به اتفاق نماینده دولت علیه ایران برای روز شنبه هفته حمل قبل از ظهر در صف سر دو ساعت به ظهر مانده می‌آیند. و جناب عالی در امارت مزبور با چند نفر از لیدرهای جماعت خودتان در ساعت مذکور تشریف می آورید که جناب عالی را ملاقات کرده و اظهارات دولت فخیم انگلیس را شفاهن ابلاغ نمایند و ضمناً خاطر جناب عالی را مستحضر داشته 10 نفر برای احترام آقایان نمایندگان همراه می باشند و جناب عالی ممکن است که با خودتان لیدرهای جماعت تا 10 نفر داشته باشید. در خاتمه متوقع است که حرکت آقایان نمایندگان را به قزاق‌های مامورین پل چمارسرا اطلاع بدهید که مخالفتی ننمایند. احترامات لایقه و فائقه را تقدیم و تجدید روابط استحکام دوستی را می نماید. ششم حمله 1298 27/3/1919 الدرید، قنسول انگلیس. امروز چند شنبه است؟ جمعه است. تو این نامه چیزی هست که آدمو به شک میندازه. چرا ما 10 نفر بریم؟ خودشون چند نفرن؟ این نامه مثل یک پرده سیاهه، معلوم نیست پشتش چه خبره. برعکس، همه چیز واضحه. یک ملاقاتیه برای رفع اختلافها. شما هر روز در جاده ها حمله میکنید به اونا. اونا هم هر جا که ببینن دستشون برسه آدم های شما را آزار و اذیت میکنن. چند روز پیش ریختن منزل اخوی رو غارت کردن. دفتر روزنامه شما را آتیش زدن. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. شما تشریف میبرید به محل مقرر؟ مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته. من میگم باطلاق، شما میگید پا بگذار. من با انگلیسی جماعت صحبتی ندارم حاجی.
دست از عناد بردار میرزا. من با اردید چه حرفی دارم؟ مگه بعد از جنگ منجیل ما با اونا مصالحه نکردیم؟ یه روز شده که تیاره هاشون بمب نریزن سر مردم، گاو و گوسفندشون رو تلف نکنن؟ چند روزی والی جدید اومده، تیمورتاش با 20,000 قشون اومده که برای امنیت این صفحات جای انگلیسی ها رو بگیره. ما روزی که تشکیلات جنگل رو دادیم برای بیرون کردن قوای اجنبی بوده، نه برای ضدیت با دولت مرکزی. بله، اجنبی فقط روسا بودن؟ انگلیسان به بهانه جنگ قشون کشیدن به خاک ما، آلمان و عثمانی بهانه کردن. حالا که جنگ بین همه دول متارکه شده، حالا که کمر آلمانا رو شکستن، چرا این تیاره های انگلیسی تشریف نمیبرن به مملکت خودشون؟ وقتی از خاک ما برن دیگه ما با اونا اختلاف نداریم. اگه میخوان اینجا باشن ما هم اینجا هستیم. من وقتی امضای قنصل انگلیس و پای نامه دیدم عرق نشست به پشتم. مگه تیمورتاش این سردار معظم خودش اینطوری بود؟ باز شما میفرمایید حکومت مرکزی؟ اگر جای شکی هست چطوره یه نفر بره از شما دو نفر؟ اون یک نفر حتماً میرزا کوچک نیست. صلاح مملکت خیش خسروان دانند. من تنها میرم. حتماً اونها پیشنهادهایی دارن که درخواست مذاکره کردن. همین امشب دیگران رو خبر کنید که یک جلسه عمومی بگذاریم برای شور و مشورت.